سلام، من حسن سربخشیان هستم. به برنامه 32 دریچه خوش آمدید. اگر شما هم جزو افرادی هستید که در عصر دیجیتال آرزوی بازگشت به دوران نگاتیو و فیلم رو در سر دارید تا به اون شیوه عکاسی بکنید، بهتر است با لوموگرافی و همچنین عکاسی با لنز پتسووا آشنا شوید. لوموگرافی شیوه ای از عکاسی است که افراد در اون با عکاسی نگاتیو سعی در بازگشت به گذشته دارند. لنز پتسووا هم که در 174 سال پیش برای اولین بار توسط جوزف پتسووا در اتریش برای راحت‌تر و آسان‌تر کردن عکاسی در دوران داگرتیپ ساخته شده بود ایجاد شد، این روزها به تولید انبوه رسیده و علاقمندان بسیاری را به خودش جلب کرده. در این برنامه با شیوه لوموگرافی و همچنین لنز پتسووا آشنا می‌شویم. Lomography is the biggest analog and experimental. لوموگرافی بزرگترین گروه آنالوگ و تجربی در دنیاست. ما حدود 2 میلیون کاربر داریم و همه آنها عکاسان آنالوگ و تجربی هستند که با نگاتیو و فیلم قطع 135 میلیمتری، 120 میلیمتری یا 110 میلیمتری عکاسی می‌کنند. The movement started in Austria, in Vienna basically. این حرکت از اتریش و از وین شروع شده و بعداً به سراسر اروپا، به برلین، پاریس، مادرید و دیگر مناطق گسترش پیدا کرد و بعداً به آمریکا رسید. الان ما 25 نمایندگی در دنیا داریم. در هر نمایندگی هنرمندان مختلفی داریم که کارهای خودشون رو به نمایش میذارن. ما همچنین لنز مخصوص خودمون را تولید کردیم برای دوربین هایی که به صورت دیجیتال مورد استفاده قرار می گیرند. این لنز پایش بر اساس روش سنتی ساخته شده و کاملا آنالوگ است. این لنز پتسووا نام دارد، چرا که توسط جوزف پتسووا در سال 1840 طراحی و ساخته شد. این لنز در واقع برای عکاسی پورتره ساخته شده، به خاطر اینکه واقعا یک محدوده شارپ در مرکز تصویر برای عکاسی ایجاد می کنه و کنارهای تصویر محو میشه. While the background is completely out of focus and on a swirly bokeh. و از این طریق شما یک پس‌زمینه رویایی در تصویر به دست می‌آورید و یک مرکز واضح. در واقع صورت موضوع رو در مرکز دارید، ولی در پس‌زمینه چیزی وجود نداره. چیزی که ما با اون یک پورتری عالی می‌گیم. Well, there's nothing in the background basically. So that's why we call the perfect portrait. The price is $599. قیمت این لنز 599 دلاره که به نظرم قیمت خیلی خوبیه در مقایسه با دیگر لنز ها. ساختار لنز واقعا ساده است، چرا که فقط 3 جزء اون رو تشکیل میده و بین جزء سوم و دوم یک فضایی است که دیافراگ در اون فضا قرار میگیره. این همان جای قرارگیری دیافراگم که به این صورت از بالا در لنز قرار داده میشه و البته فوکس لنز هم بسیار ساده است، با استفاده از این قسمت انجام میگیره. برای این لنز 7 دیافراگم مختلف ساخته شده. And then for the focus. We have an 85 millimeters. ما لنز 85 میلیمتری را داریم که برای عکاسی پورتره عالیه. In the beginning was made for daguerreotype and daguerre cameras. در ابتدا این لنز برای دوربین های نوع داگرو ساخته شد و کاملا به صورت آنالوگ و سنتی کار میکنه و عکسایی که به دست میاد خیلی به عکسای قدیمی نزدیکند. And it really evokes the old times. پاریس فوتو از سال 1997 در شهر پاریس به منظور گسترش هنر عکاسی به شکل بین‌المللی برگزار میشه. همکارم نیلوفر پور ابراهیم از 18مین دوره این نمایشگاه گزارش تهیه کرده که با هم میبینیم. وقتی نیکولاس نیکسون، عکاس آمریکایی، در سال 1975 از همسرش و 3 خواهر او عکس میگرفت، تصمیم به تکرار آن لحظه نداشت. اما از سال بعد و با گرفتن عکسی مشابه و سپس طی 39 سال تصمیم گرفت گذر زمان را بر چهره این 3 خواهر ثبت کند. مجموعه خواهران براون که میتوان آن را به نوعی پورتری زمان دانست، یکی از مجموعه عکس های دیدنی پاریس فوتوی سال 2014 بود. اینها همانند تابلوی مونالیزا هستند که مردم از آن بازدید می‌کنند. خیلی فریبنده هستند.
من دیدم که مردم در حال تماشا گریه می کنند یا می خندند. این یک اثری است که هر سال رشد می کند، زندگی را نشان می دهد و بالا رفتن تدریجی سن را نشان می دهند و همینطور روابط افراد در عکس ها را. هجدهمین دوره پاریس فوتو فرصتی برای 143 گالری از 35 کشور فراهم کرد تا بهترین عکس‌هایشان از قرن 19 میلادی تا به امروز را به نمایش بگذارند. پاریس فوتو یکی از نخستین بازارهای تخصصی هنر عکاسی در عرصه بین‌المللی است. در کنار گالری‌ها 26 ناشر و فروشنده مجموعه عکس در قالب کتاب هم در این نمایشگاه آثار خود را معرفی می‌کنند. برخی گالری‌ها نمایشگاهی انفرادی از یک عکاس را به نمایش گذاشته بودند و برخی دیگر از پتانسیل موجود در این نمایشگاه برای معرفی آثار عکاسان کمتر شناخته شده بهره بردند. Lynn was a American-born but Canadian photographer for the last 40 years. یک عکاس کانادایی که در آمریکا متولد شده و در 40 و اندی سال به یک شیوه منحصر به فرد عکاسی میکنه. عمدتاً در آمریکا یک حرکتی شروع شده بود که مردم به عکس‌های معماری داخلی اظهار نظر می‌کردند که با شیوه جدید گرفته شده باشه و حرفی برای گفتن داشته باشن، که در دهه 70 این شیوه انجام می‌شد. و خیلی مهم است که لین کوهن تنها زنی است که در دهه 80 و 90 بی آنکه شناخته شده باشد در این زمینه عکاسی می‌کرد. عکس‌هایی از آنتوان سوروگین از ایران دوره قاجار و عکس‌های مدرن با الهام از نخستین عکس‌های ثبت شده از ایران قدیم بخشی از دیوار این گالری از بوستون آمریکا را پوشانده بود. اما حضور عکاسان ایرانی در پاریس فوتو 2014 به همین جا ختم نمی‌شد. گالری راه ابریشم با آثاری از عکاسان شناخته شده ایرانی تنها شرکت کننده رسمی ایران در این رویداد مهم. عکس‌هایی از کاوه گلستان و همسرش هنگام گلستان جلب توجه می‌کرد. نزدیک به 60,000 نفر طی 5 روز برگزاری پاریس فوتو در گراند پله پاریس از این نمایشگاه دیدن کرد. در ادامه برنامه دریچه عکس‌های ارسالی آقای علیرضا معماریانی از معدن و کارخانه خاک سرخ در جزیره هرمز رو با هم می‌بینیم. جزیره هرمز تیر و مرداد 1393. اینجا جنوبی ترین نقطه مسکونی ایران است، چسبیده به خلیج فارس. همه چیز قرمز است. درخت‌ها، دیوارها و وسایل کارخانه، موتورها، گربه‌های اکبر، زمین و زمان و آسمان، همه چیز قرمز است و داغ. سراب به دور کارخانه می‌چرخد، تشنگی به دور گلو. قانون فرمان می‌دهد، یک ساعت کار، نیم ساعت استراحت. وقت استراحت است. محمد کارخانه را خاموش می‌کند. همه برای استراحت به اتاقکی کوچک می رویم که سرپناهی است مقابل گرما. گلویی تازه می کنیم و صحبتها شروع می شود. محمد سرکارگر است و پدرش هم 20 سال برای همین معدن کارگری کرده است. اکبر نگهبان است و تنها، کمی هم منزوی، به سختی حرف می زند. 5 سال از مرخصی نرفته. به شیراز رفتنش برای دیدن دوست دوران سربازی به آرزوی سخت بدل شده. تمام زندگی علی هاشم دخترش اطهره است. روح الله جزیره را دوست ندارد و به فکر رفتن است. سجاد تازه داماد است و اینها مردمانی نازنین و ساده هستند که هیچ کدامشان تصوری از زندگی شهرنشینی و مردمانش ندارند و در یکی از گرمترین و شرجیترین نقاط ایران به خاطر کمترین دستمزد با شرایط سخت مشغول به کارند.
عکس‌های خود را با ایمیل dari@vionnews.com برای ما ارسال کنید و از طریق فیسبوک و صفحه اینستاگرام با ما در ارتباط باشید.